بینندگان عزیز برنامه دمنوش، من آنا هستم. منم خدمتتون سلام عرض میکنم و خوشحالم که با دوستم در خدمت شما هستیم با یه برنامه جالب و خیلی داغ، موضوعی که شاید هر کدوم از ما تو زندگیمون باهاش درگیر باشیم. بله، امروز میخواییم راجع به سهراب صحبت کنیم، پسری 28 ساله، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و مجرد. سهراب یک پسر معقول و بسیار مؤدبی بود تا حدی که وقتی برای درمان مراجعه کرد، ظاهر آرومش هیچ خبری از تشویش درونیش نمیداد. سهراب توی خانواده بزرگ شده بود که فرزند دوم خانواده بود و یه خواهر بزرگتر از خودش داشت. خواهر بزرگ سهراب تحصیلات خوبی داشت و توی خانواده سهراب تحصیلات یه جایگاه مهم و ویژه‌ای داشت. بله، سهراب توی خانواده تحصیل کرده بوده و از خواهرش هم درس رو یاد می‌گرفته و خواهرش هم تنبیهش می‌کرده وقتی که توی مدرسه نمره بدی می‌گرفته و پدر مادر سهراب هم زمانی سهراب رو تایید می‌کردن که مثل خواهرش تو درساش موفق باشه. حتی پدر سهراب نیز فردی مضطرب و نگران بود، تا حدی که اجازه نمیداد که همسرش و فرزنداش بدون پدر خانواده جایی برن. نگرانی پدر خانواده از این بود که نکنه برای اونها اتفاق بدی بیفته. این تا اونجایی پیش رفت که حتی خواهر بزرگ سهراب یک بارم توی جمع دوستانه یا اردوی مدرسه‌ای شرکت نکرده بود. حتی سهراب با اینکه پسر بود، وقتی از خونه بیرون میرفت امکان نداشت که با اون تماس گرفته بشه و از اون درخواست بشه که به خونه برگرده. و این موضوع جالبه آنا جون، باعث این شده بود که سهراب به یک فرد دروغگو تبدیل بشه و این برای سهراب خیلی آزاردهنده بود، تا جایی که حتی سهراب به خاطر وابستگی زیادی که به خانوادش داشت هیچ جا بدون خانوادش نمیتونست بره. بله، سهراب خودش میگه که من حتی نمیتونم جایی کار بکنم که دور از خانواده‌ام باشم و حتی یک بار یه سفر نرفتم و این باعث میشد که خیلی از موقعیت‌های خوبش رو از دست بده. بله، درسته؟ طبیعتاً همینطوره و الان به یه مشکل جدیدی خورده رویا. چه مشکلی؟ مشکلش خیلی براش مهمه. از یه دختر خانومی خوشش اومده و این دختر خانوم خیلی دختر مستقلی هستش و متوجه شده که سهراب خیلی درگیر خانواده‌شه. این میتونه خیلی مشکل ساز باشه. بله، و به خاطر همین سهراب میخواد که مشکلش رو حل بکنه و خودش رو از این قید و بند آزاد کنه. درسته. حالا بریم ببینیم نظر بچه ها چیه. بریم. سلام بچه ها. سلام. خیلی خوش اومدین. سپاسگزارم. با یه موضوع داغ اومدم که با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی خوش اومدین. مرسی. سلام. مرسی. ممنونم. اسماعیل عزیز. شما مرسی. شما خوب هستین؟ مرسی. شما خوبین؟ علت این همه وابستگی چیه؟ خیلی خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه فکر میکنم همه شما این حس رو تجربه کردین. کدومی که از شما وابسته اید؟ اول بذارید من ازتون سوال کنم. من خودم هستم. جدی؟ به چی؟ من وابسته این دنیا هستم، وابسته درس هستم که خیلی درس بخونم، رشد کنم. درس قدیم تا هنوز وابسته اینم که من برم تو درس هایی که مثلا دنیا چطوری به وجود آمد، ستاره ها چطوری به وجود آمد، همه اینها دیگه. و خیلی چیزا وابسته ام که الان همهشان یادتون نمیاد. دقیقا. بله. وابستگی، خود واژه وابستگی زمانی میتونه صدق پیدا بکنه که ما مجذوب یک چیز یا یک فردی بشیم که بدون اون فرد نتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. دقیقا همینطوریه. وابستگی با عشق یکیه، درسته؟ در واقع نه، به خاطر اینکه عشق واقعی یک عشق بدون شرطه. حتی اگر اون فرد وجود نداشته باشه، مثلا از دنیا رفته باشه، شما هنوز عاشق اون فرد میتونید بمونید. حتی اگر اون فرد در غیر حیات باشه و به شما عشق نرسونه، ولی شما میتونید عاشقش بمونید. ولی وابستگی شرط میذاره براتون، میگه که من عاشقتم پس تو هم باید به من عاشق باشی،
و اگر طرف مقابل عاشق شما نباشه، شما احساس غم میکنید، احساس میکنید بدون اون عشق قادر نیستید به زندگی ادامه بدید. یه چیزی شبیه اکسیژن هواست. در واقع ما به اکسیژن هوا وابسته ایم. بدون اکسیژن نمیتونیم زندگی بکنیم. اگر کسی میتونه حتما به من یاد بده که چطور میتونم زندگی کنم. واقعا مثل اینه که فکر کنید دارید شنا میکنید، به اون هوا نیاز دارید و ناگهان یه موج بزرگ بیاد روی سر شما، چه اتفاقی میفته؟ شما واقعا نمیتونید، احساس نابودی میکنید. ولی اون وابستگی میتونه وابستگی مثبت باشه، به خاطر اینکه شما برای ادامه زندگیتون نیاز دارید به اون اکسیژن وابسته باشید. ولی بسیاری از وابستگی ها مخربن. در مورد وابستگی کلام خدا چطور به ما توضیح میده؟ آیا از دید کلام خدا وابستگی خوب هست یا نظر دیگه ای داره در مورد وابستگی؟ انگار وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنیم، انگار ما وابستگی رو تو دو تا قطب مخالف شاید بتونیم بگیم میبینیم. یکی در مورد با بچه هاست. عیسی مسیح وقتی بچه ها دورش جمع میشدن در انجیل، میگه که بچه ها رو اولا اجازه بدیم بیان پیش من، اونها رو برکت میده. بعد به شاگردش میگه اگه شما مثل این بچه ها نشین وارد ملکوت من نمیشین. چرا بچه ها رو مثال میزنه؟ انگار کودکان در اون سنین، در اون سالهای اولیه زندگی، وابستگی خیلی شدیدی نسبت به والدین دارن. تو این وابستگی، در قسمتی از این وابستگی، اون اعتماد، اون باور بچه نسبت به پدر مادرش هست. توکلی که به پدر مادر داره. بیماری خاصی هستش که مثلا از وابسته بودن خودش لذت ببره. مثلا من خودم خیلی آدم وابسته ایم. درست. به تمام چیزایی هم که وابسته هستم خوشحالم، مثلا اتفاقا ناراضی هم نیستم. من به مادرم وابسته هم خیلی دوست دارم. هیچ کس نمیتونه به مادرش بگه وابسته نیستش. دقیقا. یا مثلا به همسرم وابسته هم خیلی خوشحالم. یا مثلا در واقع شاید جنون وابستگی نیست، تو عاشق اونها هستی. دقیقاً همون سوال قبلی که گفتین که وابستگی با عشق چه فرقی داره. دقیقاً میدونی چرا؟ چون اگه وابسته بودی به فرض مثلا مادرت به توجه نمی‌کرد، تو احساس غم و ناراحتی میتونست وجودتو بگیره. ولی حتی اگه مادرت بهت زنگ نزنه یک روز یا ده روز یا ده ماه، باز هم تو مطمئنی مادرتو عاشقت. پس اون وابستگی نیست. وابستگی زمانی اتفاق میفته که تو در واقع کنترل خودتو و احساستو از دست میدی. مثل که خیلی از آدما هستن حتی جواب سوال شماست به اشیا وابستن. من دیدم مثلا به پول وابستگی داره. بدون پول قادر نیستن زندگی کنن. خیلی به طلا وابستن. به خصوص خانوما دیگه خیلی عاشقشن. البته فکر میکنم خانوما اکثرا طلا دوست دارن. یه نوع وابستگی خوبه. نه اصلا وابستگی ندارم. خیلی خوب، خیلی خوب. توی عهد عتیق هر چیزی توی کلام خدا اومده بی حکمت و بی علت نیست و مطمئناً میخواد یه دیدی به ما بده برای اینکه بعدش میخواد یه عهد فیض بیاد. ما الان اینو متوجه میشیم که در عهد جدید هستیم. به نظر شما کلام خدا هدفش از آوردن یه همچین داستانی توی کلام چی بوده؟ میخواسته چه دیدی، چه ویوی به ما بده؟ چه پیش زمینه‌ای برای ما بچینه؟ خب ما در قبال اسحاق اینور در عهد جدید یک شخص دیگه این داریم که همچین اعتماد و توکلی به پدرش داره. کیه؟ عیسی مسیح. نوبت‌های در مزمور هست که میگه تو نخواهی گذاشت که جسد من در قبر، در قبر، در اون عالم اموات، در عالم اموات چیز بشه، پوسیده بشه، مورد فساد قرار بگیره. داوود این رو نبوت میکنه، ولی نبوتی که ما میدونیم که این برای عیسی مسیح هست. چقدر جالبه. باز در گزارشی که انجیل به ما میده از عیسی مسیح در بالای صلیب، چقدر اعتماد داره عیسی مسیح وقتی که به پدرش اعلام میکنه که چرا منو ترک کردی، چرا من رو روت رو از من برداشتی؟ ولی جالبه آخر سر میگه من روحم رو به دستان تو میسپارم. چقدر تو این جمله، چقدر تو این مطلب اعتماد و توکل و اون محبت وابستگی رو ما در اینجا میبینیم. نهایت وابستگی چقدر خوبه. در این یه نکته آره، ولی قطب مخالف این چیه؟ ما وابستگی پسر اون جوان ثروتمند رو به ثروتش میبینیم که عیسی اون رو مورد نکوهش قرار میده. چه تضادی؟ خیلی جالبه بچه‌ها بدونید که کتاب مقدس
از این تضادها استفاده میکنه. عیسی مسیح میگه مثل مار هوشیار باشیم، مثل کبوتر ساده دل. خب خیلی برای خیلی سواله، این مار و کبوتر چه ربطی میتونه به هم داشته باشه؟ مثل آفتاب، مثل نور و تاریکی. وابستگی همیشه خوب هست. من مثلا یک مثال بیارم برای شما. من قبلا خودم عاشق بودم، عاشق یک دختر بودم. درسته. من خیلی وابسته اون شده بودم. من هر چی میرفتم مثلا بیشتر وابسته میشدم، اون از من دور میشد. من این طوری خیلی سالها گذشت، ولی بعدا فهمیدم که من کل زمان از دست دادم ولی هیچی به دستم نیامد. جعفر جان، میتونم بگم بسیاری از وابستگی ها مثل اینه که به فرض مثال تو یه کسی رو دوست داری ولی دوست نداشته باشی اون فرد رو کسی دیگه ببینه، بخوای زندانیش بکنی، در اون صورت مخرب میشه. خیلی از رابطه ها رو دیدم، مثلا میگن که ما عاشق همدیگه ایم ولی دوست ندارم خانومم کار بکنه، یا خانوم میگه من عاشق شوهرمم ولی باید هر یک ساعت زنگ بزنم و صداشو بشنوم. حالا تصور کنید اون آقا توی یه میتینگ نشسته، توی یه جلسه است، داره یه کاری انجام میده. خب این وابستگی‌های مخربه. در واقع مثل اینه که تو دستتو گذاشتی گلوی طرف مقابلت و بهش میگی من عاشقتم ولی به من نگاه کن، تو داری خفش میکنی. دقیقاً اون نوعی که شما اشاره کردید میتونه مخرب باشه. درمونش چیه؟ با این همچین شرایطی همچین شخصیتی داشته باشه، چون خودم همچین شخصیتی دارم. خیلی همسرمو دوست دارم و از دوست داشتن زیاد این کار انجام. من یه چیزی میتونم بگم قبل از اینکه به درمانش برسیم. من فکر میکنم اول باید بپرسیم که از کجا بفهمیم وابسته ایم، چون خیلی شما مثلا یکی از وابستگیاتون اشاره کردین، ولی ممکنه الان از هر شخصی بپرسی شما وابستگی چیه، فکر کنه یادش نیاد، اصلا ندونه وابسته. درست میگه. دقیقاً. بهترین کاری که میتونیم وابستگیامون رو بشناسیم، اول توجه بکنیم چه شخصی یا چه چیزی ما رو تحریک میکنه. مثلا به فرض مثال اگر همسر شما دو روز جواب تلفنتو نده، چه حسی بهت دست میده؟ من کسایی رو دیدم که حتی رفتن زیر سرم. دقیقاً. خب پس در واقع اون فردیه که شما بهش وابسته این. پس اولین قدم اینه که شناسایی بکنید، شناسایی اون شخص، اون وسیله، اون هدف. بعضی وقتا آدم ها به هدف های کذایی و دروغین وابسته میشن. مثلا میگه که خب من هدفم اینه، حتی اگر اشتباه باشه باید برسم و اگر نرسم احساس کمبود میکنم. چه بسه که در واقع اون هم تخریبگره. میدونی وابستگی به یه، حتی وابستگی به زیبایی. من کسایی رو دیدم که مثلا میگن که ما اصلا دوست نداریم پیر بشیم و اگر بخوایم پیر بشیم حتما یه کار دیگه میکنیم. اینجا میبینیم که جوان ثروتمند رو عیسی مسیح نه تنها تایید نمیکنه، بلکه وابستگی شدیدش رو به مال و اموالش که عیسی مسیح به جوان ثروتمند که ازش سوال میکنه، جوان ثروتمند خودش میاد از عیسی مسیح سوال میکنه که چیکار کنم نجات پیدا کنم. عیسی مسیح در ابتدا بهش به عنوان یک یهودی بهش میگه که برو آیه تو ده فرمان رو انجام دادی، میگه در کودکی من از کودکی این فرامین رو انجام دادم. عیسی مسیح میگه تو رو یه کار مونده، برو تمام اموال تو بده بعد بیا منو متابعت کن. اینجا میگه اون جوان ثروتمند ناراحت شد، ترش رو شد و عیسی رو ترک کرد و عیسی بعد از اون جریان شروع میکنه به چی؟ سرزنش کردن جوان ثروتمند. الان این انگشتر برای من نقطه وابستگیه، پس باید آروم آروم سعی بکنم به وابستگیم نگاه بکنم و آروم آروم خودم رو دور کنم. نه دوری که بهش دست نزنم، دوری که در واقع درونیه و به خودت میگی حتی اگر این انگشتر توی دست من نبود من آرامشم و احساس شادیمو از دست نمیدم. خیلی وقتا پیش میاد که ما ها مجبوریم برای مدت کوتاهی از کسی دور باشیم. عشقمون میتونه پایدار باشه، اون عشق رو بذارید کنار، ولی اینکه مثلا توی کوهید تلفنتون قادر نیستید باش تماس بگیرید، آنتن نداره، بعد دائمی بگید که چرا این تلفن آنتن نداره، هی دنبال رنج تلفن بگردید، آرامش خودتون از دست میره. درسته؟ من مشکل خودم دارم، چون پس شناساییش کنم. آره. خیلی حساسم، مثلا جواب تلفنم نمیده آهای کجا بودی؟ اگه جواب بده دقیقا. که بعدش دیگه داستان داریم کلا. کجا بودی تا الان؟ چرا جواب تلفن منو نمیدی؟ و واقعا حال خودم بد میشه، انقدر عصبی میشم
شاید نمیتونم خودم رو کنترل کنم تو اون شرایط اصلا. مثلا من الان قشنگ داری صحبت میکنم انگار که با در این در مورد من صحبت میکنم، من درد که تو میکنم. خوشحالم که میتونم کمک کنم. به نحوی توی مسائلی وابستگی داری، فقط خوبه که شیدا جون میدونه حالا وابستگی هاشو. ولی من فکر میکنم تو اون زمینه که شما گفتین که بعضی ها میگن که تا سنی که جوونم بله عزیزا. من هم به همین قضیه هم شکرم مرسی که شما هم عنوان کردی. ببین اون احساس ناامنی که درون شما به وجود میاد اون مخربه. به خاطر اینکه یاد یه شعر قدیمی افتادم، فکر میکنم یادم نمیاد دقیقا شاعرش کی بود، ولی خیلی جالب بود، میگفت در بلا بودن به از بیم بلاست. شما در واقع تصور میکنی یه اتفاقی قراره بیفته ولی هنوز نیفتاده، شما نشستی از الان به سوگ اون اتفاق نشستی. آیا ما باید به کتابان از وابسته باشیم یا نه؟ بله صد درصد باید وابسته باشیم. پس این خوبه، کلام خداست، کلام خدا رو که نمیشه به خدا هم باید وابسته باشیم. 100%. ما بدون خدا نمیتونیم زندگی کنیم. 100%. ولی در انجیل به ما میگه که ما نباید به پول وابسته باشیم، ما نباید حتی به همسر و بچه وابسته باشیم. پس اینجا یه سوال پیش میاد که ما نمیتونیم به همسر بچه‌مون وابسته باشیم. مثلا ما عاشق یه دختر میشیم، در این باره به ما چی میگی؟ اینم یه نوع وابستگی است و خیلی مهمه جوابش رو بدونن، چون جوانان امروزی بیشترشان روی این موضوع گیر کردن، یه دختر رو دوست دارن یا اون دختری که پسر رو دوست داره با هم دیگه وابسته شدن، ولی کلام میاد اینجا یه چیز دیگه به ما میگن. جواب سوال شما باید ما ببینیم که اون وابستگی اصلا درسته یا غلطه. ما الان از اول صحبت داریم صحبت میکنیم که در کتاب مقدس چه وابستگی های مورد تایید قرار میگیره، چه وابستگی های مورد تایید قرار نمیگیره. من همیشه فکر میگم وابستگی و عشق این همه. نه، حالا غیر از آدم به یک آدمی وابسته میشه، بعضی موقع آدم ها به یه جاهایی هم وابستگی خاص دارن. مثلا من خودم بچه شمال ایرانم، گیلانم، همیشه دنبال یه همچین چیزی میگردم، یه همچون خونه یا همچون درخته یا همچین مثلا دریایی. این آدم ها اذیت میکنه، اون وابستگی بیش از حد خودم به اون محیط اذیتم میکنه. واسه همین همیشه میام دنبال همچین چیزی میگردم، وقتی پیداش نمی کنم باز عصبی میشم. دقیقا احساس میکنم یعنی اون یه نقطه مقابلشه، اگه اون وابستگی برطرف بشه اوکی همه چیز، ولی وقتی برطرف نشه زمین و زمان رو میخوای به هم بدوزی. آفرین. و این خیلی مخربه. برنامه مخصوص شیداه. آره، این برای من ساخته شده. یکم سکوت کنیم بذار شیدا حتما میتونه کمک بکنه. واقعا ولی دوستام یه چیزی رو بگم، بیشتر وابستگی ها یا همون در زبان انگلیسی ما میگیم اتچمنت، خب 100% باعث آزار و اذیت فرد میشه اگر به صورت مخرب پیش بره. ولی من یه راهکارم دارم برای آدمایی که توی موقعیت وابسته قرار دارن و اون لحظه نمیتونن کاری بکنن. مثلا شما الان اینجا این وسط صحبت ما نمیتونین گوشی رو برداری با همسر تماس بگیری، گرچه مطمئنم خیلی دوست داری این کار رو بکنی. خب ولی اون لحظه دوست دارم یادآوری بکنیم که هیچ شرایطی پایدار نیست، هیچ جایگاهی پایدار دائمی نیست و همه چیز در حال تغییره. اگر ما ناراحتیم، ناراحتیمون دائمی نیست، و اگر خوشحالیم، خوشحالیمونم دائمی نیست. در واقع به خودمون یاد میدیم که خودمون رو وابسته به موقعیت، زمان، شرایط و مکان نکنیم. خوشحالی شما نباید وابسته به اون مبلی باشه که روش نشستی، یا شادی من نباید وابسته به جایگاهی که الان دارم باشه. من میتونم همه جا شاد باشم، شما میتونید همه جا شاد باشید، ولی در این حال میتونیم عاشق هم باشید. و یه سوال دیگه، وابستگی به انسان چطوری؟ مثلا به یه انسان وابسته میشی؟ بستگی داره که اون انسان کی باشه. مثلا فرزند، مثلا میتونیم اینو از خود کتاب مقدس مثلا شما یه چایی به ما نمیدید، ما مهمانتون هستیم. در مورد کتاب استر و دوستان پیشنهاد میکنم کتاب استر رو بخونن، چون خیلی موضوع جالبه اونجا که استر خودش یک یهودیه میاد در حضور شاه، فکر کنم شاه فارس بود، درسته؟ خوشیار شاه یه فارس بود، میاد اونجا و به مجردی که مثلا خوشیار شاه میبینه استر به اون وابسته میشه.
با اون وابسته میشه و این وابستگی بعداً میبینیم که خیلی یک معجزه بزرگ انجام میده. این وابستگی منجر به این میشه که اون وزیری که یا صدر اعظم که انتخاب میشه از طرف خاشیارشا اون دستور میده همه یهودیا باید کشته شون و همه اونا باید سر بریده شن، ولی اینجا چون خاشیارشا به استر وابسته هست، استر کاری میکنه که جان همه اون یهودی ها رو نجات میده. یعنی یک وابستگی به یه فرد هم میتونه خیلی خوب باشه، درسته؟ ما از این موضوع گفتم که نمیتونیم الگو بگیریم، این برای ما الگو نیست. یک دومن استر در اون نقشه ازلی خدا قرار داشت برای نجات یهودی ها و استر رفت در کجا؟ در اون پادشاهی اون پادشاه فارس قرار گرفت. اینجوری نبود که وابستش بشه، یا چون اون پادشاه زنای بسیاری داشت، اینجوری نبود که این دوتا با هم وابسته بشن یا به هم عشق ببزن. ولی این دم و وابستگی به کار نمیره. یک دو من اگه بینشون عشقی بوده، وابستگی بوده، برای ما الگو تعریف نمی کنه. من احساس میکنم وابستگی از طرف مقابل انتظار میاره. من آنا جان خیلی دوست دارم، بهش وابسته هستم، دوست صمیمی من هستش، خیلی دوستشون دارم و احساس میکنم وقتی بهشون وابسته هم اگه من بهشون زنگ میزنم یه باری، انتظار دارم یه بار اونم به من زنگ بزنه. دقیقا. این وابستگی اینش بده، درسته. اصلا توقع میاره، وابستگی انتظار میاره، در واقع انتظار میاره. من خودم چون این حسا رو تجربه کردم، میگن درد کشیده طبیبه، من دقیقاً طبیبم. خیلی خوبه. آخه شهید جان میدونی دقیقاً چه؟ به خاطر همین عاشق واقعی هیچ وقت انتظار نداره. عاشق واقعی حتی میتونه بشینه توی خونه هزاران هزار نامه بنویسه برای معشوقش، ولی اون نامه هیچ وقت انتظار نرسه، ولی لذت میبره به خاطر اینکه تو اون عالم عشق درگیر شده. ولی کسی که وابسته است میگه اگر من الان این نامه رو نوشتم آنا جواب منو با یه نامه دیگه نداد، بعد من چه حالی به دستم میونو، چه حالی پیدا میکنم؟ دقیقاً چه ریشه‌هایی خیلی ریشه‌های وابستگی و اتفاق‌هایی که از طریق وابستگی میفته خیلی مخربه. حتی مثلا شما گفتید که به مدرسه یا درس، خیلی سوال جالبی بود جواب جان، فکر میکنم منتظر جوابتی. ببین خیلی وقتا ما مجبوریم از خونه زندگیمون پدر مادرمون دور بشیم به خاطر هدفمون، در واقع وابستگی رو کم میکنیم، ولی اون قطع کردن وابستگی هیچ دلیلی بر کم شدن عشق شما نمیشه. اگر مجبوری به خاطر یه موقعیتی دور از خانوادت باشی یا دور از منطقه زندگیت باشی، من فکر میکنم خیلی خوبه که شرایط رو بپذیری، خوب نگاهش کنی، بپذیری من الان تو این موقعیتم و وظیفه من اول از همه عاشق بودن نسبت به خودمه، مراقبت از خودم، درون خودم، و بعد مراقبت از طرف مقابل، عشق به طرف مقابله. اگر این قانون شکسته بشه همه شرایط تغییر میکنه، رابطه ها تبدیل به رابطه شکنجه میشه، رابطه ها تبدیل به رابطه منفی میشه و اون موقع نه عشقی هست نه عشقی میتونه پایدار بمونه. یه چیزی به ذهنم اومد از سوالای بچه ها، این که متا باجگیر بود، درسته؟ وقتی با عیسی مسیح ملاقات کرد، عیسی مسیح فقط یه کلام بهش گفت، گفتش که دنبال من بیا، و همون لحظه، خیلی زیباه، همون لحظه در آن واحد متا هر آنچه که داشت میذاره. و فکر میکنم که کلام خدا از وابستگی به پول خیلی هشدار به ما میده. خیلی خیلی. تو تیموتائوس میگه که ریشه تمام بدیها طمعه. طمع یک وابستگی مجنونواره. بعضی از دوستانی من که میشناسم آنها خیلی وابسته و پدر مادرشان هستن، درسته؟ یعنی خودشان هم ازدواج کردن، وقتی کار میکنن مثلا پولایش پول و مثلا هرچی در میارن میدن به خانواده خودشان، ولی اون خانمش اینها که هست اینا در رنج و عذاب است. مثلا شما چی راهی درست را برای اونها فکر میکنید؟ خیلی سوال خوبی کردید، خیلی سوال خوبه. دقیقا من همیشه تو ذهنم همین سوال، به خاطر این که ببین فردی که وابسته است، من همیشه میگم کاشکی که برای ازدواج کردن هم یه گواهی نامه ما میتونستیم صادر کنیم.
چون که فقط رانندگی نیست. اگر فرد گواهی نامه نداره چطور میتونه بره ازدواج کنه؟ و توی اون گواهی نامه‌ای که من همیشه دوست دارم به افراد لایق بدم اینه که وابسته نباشن. ببین شما وقتی تصمیم میگیری تشکیل خانواده بدی یعنی یک فرد مستقلی با افکار مستقل با دیدگاه مشخص و قادری بدون خانواده، نه بدونه که قطع بکنی، یعنی در کنارشون ولی بدون حمایت مالی اونها بتونی زندگی متفاوت و مشخصی رو شروع کنی. ولی اشتباه کجا رخ میده؟ شما ازدواج میکنی، اون طرف یه تناب وابسته است به پدر و مادر و اون شرایط، بعد میخوای وارد یه رابطه عاطفی بشی، هم رابطه جدیدتو تخریب میکنی، هم رابطه خودت با خانوادت خراب میشه. چون میدونی چه اتفاقی میفته؟ ذهن شما دو قسمت میشه و اونجاست که وقتی شما بین دوگانگی قرار بگیری اول استرابات زیاد میشه، اعتماد به نفست کم میشه و چه اتفاقی میفته؟ من نمیدونم کجا برم. کم کم تبدیل به فرد افسرده میشی، گاهی وقتا شادی، گاهی وقتا غمگین. چه بسا که ما توی روانشناسی بسیاری از افراد دو قطبی یا بایپولار رو در واقع میبینیم که خیلی وابستگی های متفاوت دارن، یک روز این طرف هن، یک روز اون طرف. چون اون فرد خب به هر حال عادت کرده به زندگی قبلی و جدیده رو نمیتونه هندل کنه کنار هم و ترجیح میده که اکثرا افرادی که میگن ازدواج کاش نمیکردم، احساس میکنم یه مسئلهش این میتونه باشه که نمیتونه هم اونو داشته باشه هم زندگی جدید رو در کنارش نمیتونه تراز کنه بین خانواده خودش و خانواده همسرش و همسرش. این مشکل پیش میاد، نمیشه فقط بگیم آقایون این مشکل رو دارن، چون خیلی خانوما این مشکل به نظرم تو خانوما بیشتره. چون آقایون چون به روی خودشون نمیارن خیلی جا، خودم یه زنم دیگه، خیلی خوب آدم اینو اعتراف کنه، آقایون خیلی چیزا رو به رو نمیارن و دیرتر از ما خانوما حساس‌تر، ما خیلی حساس‌تر از آقایون هستیم، خیلی چیزا بهمون برمیخوره. چرا مثلا اونجوری شد؟ چرا به من دیرتر زنگ زدی؟ چرا اول خونی اونا رفتی؟ خیلی سوالتون قشنگه، واقعا سوالش قشنگه. خیلی واقعا ممنونم از سوالی که کردید. ما هم همینطور هستیم در زندگی خودمون که ببینیم، مثل خود من خیلی وابستگی‌هایی داشتم به انسان، به حیوان، حتی به حیوان. وابستگی من به حیوان، به حیوان نگه داشتن یا تربیت حیوانات به طور خاص خیلی زیاد بوده. ولی وقتی که مسیح من رو نجات داد، وقتی من محبت مسیح رو درک کردم، از تمام وابستگیام آزاد شدم. من تک پسرم، من خیلی شدید وابسته مادرم بودم چون تک پسر بودم، برادری هم نداشتم، 4 تا خواهر، وابستگی خیلی شدیدی نسبت به مادرم داشتم، به خونمون داشتم، حتی شاید باورتون نشه به دستپخت مامانم داشتم. ولی وقتی که با مسیح آشنا شدم، از این وابستگی‌هایی که واقعا از نظر روحی روانی رو من تاثیر گذاشته بود، من رو قفل کرده بود، وابستگی، اون وابستگی که بد هست، عیسی مسیح در موردش صحبت میکنه، اون ما رو اسیر میکنه. از اون وابستگی که عیسی میگه طرد کرد، به معنای طرد کردن نیست، یعنی اونا رو دوستشون داشته باشیم، ولی فقط عیسی باشه که ما در اصل وابسته به عیسی باشیم. خیلی نکته خوبیه. وابستگی به خانواده یا فرزند یا همسر ما را از وابستگی به خدا دور نکنه. منظور این هستش؟ منظورتون آیا این هستش؟ اون چیزی که کلام میگه در اون با محبته، در اون با رفتار ماست. ما کتاب مقدس عهد جدید به ما میگه که ما باید در میان گناهکارا باشیم، ما باید نور مسیح از طریق ما باید بتابه به گناهکارا. درسته، بله. ولی ما نباید وابسته به انسان‌ها باشیم، ما نباید وابسته به اجتماع باشیم، ما نباید در این دنیا داریم زندگی میکنیم، ما نباید وابسته به پول باشیم، حتی ما در یک شرایطی نباید وابسته به خدمتمون باشیم. یه مسئله جالب رو دوست دارم باهاتون عنوان کنم. مثلا آقایون در زمان خاص میتونن فقط به یک اتفاق و به یک حرکت یا یک عمل رو انجام بدن. مثلا فکر میکنم شما به خوب درک بکنی چی میخوام بگم. مثلا نشستن جلوی تلویزیون داره فوتبال نگاه میکنه همسرتون، شما دارین باهاش حرف میزنید،
اونم داره سرش رو تکون میده، بعد اصلا گوش نمیده، بعد میگه تو چطور اصلا تو به حرف من گوش ندادی. در واقع مشکل از اون نیست، میدونی ذهنش یک قطبی یک جنبه‌ای داره به داستان نگاه بکنه، بعد میگه من منظوری نداشتم. تازه وقتی باهاش دعوا بکنی بنده خدا گیج میشه، چرا من برای چه گناهی دارم در واقع چیز میشم، تنبیه میشم. و خانوم ها در واقع برعکسه، مثلا حتما تجربه کردید، شما هم همینطور دارید با تلفن حرف میزنید، همزمان دارید غذا درست میکنید، آماده دارید میشید که بعد از غذا درست کردن برید بیرون، و دارید در مورد شب هم فکر میکنید که تو فلان مهمونی چه لباسی بپوشید. در یک زمان شما میتونید به چند نقطه فکر کنید، و علتش اینه که خانوم ها توی مغزشون جایگاه های بیشتری دارن برای تمرکز، ولی آقایون کمتر. به خاطر خوشحال کننده است یک جورایی، ولی زمانی که وابسته میشه چی گفتی؟ خوشحال کننده نیست. خوشحال کننده نیست. برای مردان خوشحال کننده، ولی یه اتفاق خوب برای آقایون میفته وقتی که فقط به یک نقطه نگاه میکنن، قادرن خوب تمرکز کنن. به خاطر همین میبینین که شاید اگر یه خانم مثلا مهندس با یه آقای مهندس کنار هم قرار بگیرن، آقای مهندس وقتی که تو اون عملو انجام میده داره دقیقاً اون عملو انجام میده، ولی خانوم میتونه نگرانی داشته باشه که الان توی خونه چه اتفاقی افتاده، یا مثلا من ناراحتم، به چیزای دیگه هم فکر بکنه. در اون مورد درست واقعا باعث اصالتمون میشن. بحث خوبیه این، بحث وابستگی چیزی هستش که داغ هست، مخصوصا شاید توی کشور ما، کشوری که ازش اومدیم خیلی زیاد هست، خیلی استفاده کردیم امروز، خیلی چیزا برامون باز شد واقعا خدا شکر. منم چون وقتی که ایمان آوردم واقعا خداوند من رو از یک وابستگی شدید اول نجات داد، که اگر از اون وابستگی بیرون نمی اومدم نمیتونستم اصلا چشمم باز بشه که عیسی مسیح رو ببینم. واقعا خدا رو شکر به خاطر کلام زنده خدا، به خاطر معجزاتی که هر روز تو زندگیمون انجام میده. البته راهکار آخر، راهکار آخر همونجوری گفتم، اول شناسایی کنید. دوستایی به من نگاه کنید راهکار آخر. آره برابر من نمیدونم فکر کنم برنامه رو بسپاریم دست شیدم. نه برابر رو تو من بود فکر کنم. آره نه، که وقتی که راهکارا رو شناسایی کردید، سعی کنید یه مقدار بیایید عقب و بهش خوب نگاه کنید و ببینید که اگر من وابستم، بشمرید برای خودتون، هم میتونم خودم رو تخریب کنم هم طرف مقابل. آروم آروم برای خودتون شرایط بسازیم. مثلا وقتی همسر شما سر کاره، شما خیلی دوست داری بهش زنگ بزنی، یا شما هم حتی سر کاری ولی دوست داری اون زمان کارتو کنار بذاری و با همسرت صحبت کنی. برای خودت زمان بذار، بگو که هر دو ساعت یک بار به اندازه دو دقیقه من میتونم صحبت کنم. این بهت اجازه میده که از درون قدرتمندتر بشی. نه اگر عاشق همسرت باشی سخت نیست، عشق از بین نمیره، تازه بیشتر هم میشه. نه این انجام این کار آره. مطمئنه خیلی سخته، همه چیز یک شبه اتفاق نمیفته. ببین همه چیز یک شبه اتفاق نمیفته، شما اونجوری، همه ما یه جوری به دنیا آمدیم، یه جوری رشد کردیم، یه چیزایی رو یاد گرفتیم، ولی وقتی تصمیم میگیریم که یک شرایطی رو تغییر بدیم، مطمئنه نیاز به تلاش هایی هم داره. امیدوارم که بتونی و موفق بشی. خودم هم امیدوارم، اینو سعی هم میکنم. خیلی خوبه، حتما همینطوره. مرسی، بازم میبینیم تون تو برنامه بعدی. مرسی، چایی هم به ما ندازی. بریم که نهار بخوریم. آمین. مرسی پریسا جون، خیلی عالی بود. از شیدا جان و شما برادر جبار هم خیلی ممنونم، سوالای خیلی خوبی کردین، من استفاده کردم، امیدوارم که بتونیم تو زندگی هم ازش استفاده کنیم. حتما با وجود مثبت همه شما عزیزان، من همیشه واقعا لذت میبرم که کنارتون باشم. امیدوارم روی وابستگیتون فکر کنید. من خوشحالم که میان شما هستم، برای من افتخار است و خیلی چیزا یاد گرفتم از شما، خیلی ممنون. رویا جون وقت خدافظی رسیده. بله متاسفانه وقتمون تموم شده، ولی خوشحالیم که وقت خوبی رو با هم داشتیم. خیلی برنامه جالبی بود، من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم. منم همینطور. باید از شما خدافظی کنیم تا یه برنامه دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.